حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی ارائه لایحه بودجه سال 95 در مجلس شورای اسلامی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و اجرای توافق صورت گرفته اشاره کرد. رئیس دولت اسلامی ایران با اشاره به برجام گفت: حقیقتاً یکی از برگ‌های زرین تاریخ کشور است. ما طی این مذاکرات توانستیم قدرت‌های بزرگ را وادار کنیم تا حقوق هسته‌ای ما را به رسمیت بشناسند. در برجام همه خوشحالند جز صهیونیست‌ها، آتش افروزان، تفرقه افکنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریکا. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در جلسه روز یک شنبه هیئت دولت این کشور به اجرای برجام واکنش نشان داد. آقای نتانیاهو در جمع اعضای کابینه اسرائیل گفت: جامعه بین الملل باید تحریم‌های سخت و روشن را علیه هر گونه خشونت ورزی از سوی ایران در نظر بگیرد. بدون تلاش ما در خصوص تحریم‌ها و جلوگیری از برنامه اتمی ایران، ایران می‌توانست بسیار پیشتر از این به سلاح اتمی دست یابد. سیاست اسرائیل این بوده و هست که به ایران اجازه دستیابی به سلاح اتمی ندهد. با اجرای شدن توافق ایران و 5+1 نام بیش از 400 شخص حقیقی و حقوقی از فهرست تحریم ها حذف می شود.